احمد قابل مشتهد و پژوهشگر دینی است او از منتقدین شناخته شده نسبت به وضعیت اداری کشور در سالهای اخیر است و به دلیل اظهار این مواضع انتقادی و نوشتن نامی سرگشاده به رهبری در سال 1380 بازداشت و پس از تحمل 125 روز انفرادی در اوین به قید وسیقه آزاد شد اتهامات او در آن زمان اقدام علیه امنیت ملی اهانت به رهبری و تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود در 29 آذر ماه 88 بار دیگر احمد قابل که بعد از رحلت آیت الله حسین علی منتظری برای مراسم تشییع او از مشهد عازم قم بود در بین راه در نیشابور بازداشت شد اولین جلسه دادگاه قابل روز 29 اردیبهشت برگزار شد او را با پابند به دادگاه آورده بودند قاضی کاوسی در دادگاه دستور داد از این به بعد رایت احترام وی بشود و دیگر او را با پابند به دادگاه نیاورند پس از این دادگاه بود که قرار وسیقه برای او صادر شد و وی در روز 21 خرداد ماه 89 پس از تحمل بیش از 170 روز زندان با قرار وسیقه 500 میلیون ریالی و با حکم رئیس شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد آزاد شد اما به دلیل افشاگری قابل نسبت به انجام اعدام های دست جمعی در زندان مشهد و پیگیری موازه انتقادیش برای بار سوم هنگام مراجعه به دادسرای انقلاب مشهد در 23 سوم شهری بر ماه 89 بازداشت شد و پس از تحمل بیش از 100 روز زندان غروب روز شنبه چهارم دی ماه 89 با قرار وسیقه 500 میلیون ریالی و با حکم قاضی کاووسی رئیس شعبه پنج دادگاه انقلاب مشهد آزاد شد در جهت پیام رسانی این عضو جنبش سبز رسا در گزارش های پیش رو به بازخانی متن کامل دفاعی احمد قابل در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد می پردازد. در این گزارش توجه شما را به بخش اول آن جلب می کنیم. به نام خداوند رحمان و رحیم و کفا به حسیبا از آنجا که طبق اصل 168 قانون اساسی هرگونه رسیدگی به اتهامات سیاسی باید در دادگستری و با حضور هیئت منصفه صورت گیرد و در غیر این صورت اقدام بر علیه نظام قضایی و سیاسی تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و من از هرگونه اقدام بر علیه نظام خود را مبرا دانسته و رقیب حاکم را در اقدامات مکرر بر علیه قانون اساسی و نظام مورد نظر آن مجرم می‌دانم دفاعیه خود را برای وجدان‌های منصفی که با در هیئت منصفه حضور می داشتند و اکنون حضور ندارند می نویسم. و امیدوارم که وجدان حاکمان را هشداری باشد تا از نقض قانون اساسی بپریزند و با حربه زندان و تبعید و بازداشت و محرومیت های دیگر آزادی بیان را با اتهامات بیاساس پایمال استبداد و خودکامگی نکنند و عهد و پیمان خود با ملت ایران را که در قالب قانون اساسی تجلی یافته بیش از این زیر پا نگذارند چرا که نقض عهد و پیمان از گناهان کبیره و موجب عذاب الهی و انحطاط اخلاقی و سقوط قدرت می شود و هیچ اقدامی بر علیه امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی کاراتر و موثرتر از نقض قانون اساسی و آزادی های مسرحه در آن نبوده و نیست نکند جور پیش سلطانی که نیاید زگرگ چوپانی پادشاهی که طرح جور رفکند پای دیوار ملک خیش بکند هیچ ای به ریشه ی نظام حاکم تر از ظلم و جور حاکمان و نقض عهد و پیمان با مردمان عمل نمی کند و هشدار که سالهای متمادی است که برخی حکام مسیر ستمگری را در پیش گرفتند و اگر چاره اندیشیده نشود برخی مدعیان حمایت از نظام ریشه ی آن را قطع خواهند کرد و نه از تاک نشانی باقی خواهند گذاشت و نه از تاک نشان من و امثال من به جرم انتقاد از مظالم حکومتگران همه گونه محرومیت را تحمل کرده و تحمل میکنیم. ولی از وظیفه شرعی و قانونی و حق آزادی بیان خود عدول نمی کنیم چش بر کجروی ها و ظلم و ستم ها و دروغ و فریب ها نمی بندیم و سکوت همراه با رضایت را پیشه نمی کنیم اگرچه بارها و بارها به آن فراخوانده شدیم تا همچون برخی حاکمان در ناز و نعمت به سر بریم و از امکانات عمومی بهره شویم ما به جرم اصرار بر قانون اساسی و خصوصا حق حاکمیت مطلقه ملت که سریح اصل 56 قانون اساسی است و حتی ولایت مطلقه فقیه را که مفاد ده اصل 57 و برخی اصول بعدی است زیر مجموعه حق حاکمیت ملی قرار داده است و مفاد ده آن عدم جواز تصدی و تصرف ولی فقیه در غیر موارد رضای مردم است متهم به عناوینی چون اهانت به رهبری و تبلیغ علیه نظام و نشر اخازی به قصد تشویش از عمومی شده ایم. اگر همچون برخی مدافعان حاکمیت کنونی کشور برخلاف سریح قانون اساسی سخنان فصل فصل خطاب بودن نظر رهبری میراندیم در اوج عزت و قدرت حکومتی قرار می گرفتیم ولی چون مطابق با قانون اساسی که میگوید در امور مهمه باید به آراء عمومی مراجعه شود و سراحتا از همه پرسی نام برده است و تصمیم اکثریت ملت را فصل خطاب قرار داده است از فصل خطاب بودن رفراندوم و همه پرسی دفاع کرده ایم و تن به زیاد خواهی های فراقانونی حاکمان نداده و آن را مورد انتقاد قرار داده ایم باید زندگی خود را با حبس و تبعید و تحریم حقوق اولیه ی انسانی خود اجین بیابیم و خانواده های خود را در اعیاد و غیر آن در کنار خود نداشته و حتی از حقوق رسمی زندانیان عادی نیز محروم باشیم باید ماه به ماه از میوه خریدن هم محروم باشیم باید هر یک ماه و نیم یک بار خانواده خود را حضورا ملاقات کنیم و این مقدمه ای بود تا به موارد اتهامی برسم و یکایک آن را مختصرا بررسی کنم اتهاماتی که در کیفرخواست آمده و من بدون آنکه حق مراجعه به پرونده و مستندات مدعی را داشته باشم باید تنها با استفاده از حافظه خود آنها را پاسخ بدهم یک تبلیغ علیه نظام مدافعان حاکمیت و افرادی که در درون حاکمیت مایل به استبداد و دیکتاتوری بوده و هستند قرائتی استبدادی و یک کسالارانه از قانون اساسی ارائه می کنند که عملا موجب معطل ماندن بسیاری از اصول قانون اساسی شده است بخش حقوق ملت و حق حاکمیت ملت از طریق همه پرسی و امثال آن و انتخابات آزاد از نظارت حکومتی استسوابی کاملا تحتیل شده است. برای مثال در طول سی سال پس از تصویب قانون اساسی حتی یک بار برای حل مشکلات و تعیین نظر مردم در مسائل اختلافی شدید از همه پرسی استفاده نشده است حتی یک بار به معترضان به سیاست های حاکمیت حق راهپیمایی داده نشده است حتی یک بار از عفو عمومی استفاده نشده است حتی یک بار از رهبری کشور شکایتی علنی در دادگاهی نشده و عادلانه رسیدگی نشده است در حالی که ایشان در سخنرانی رسمی و رادیو تلویزیونی و خطبه های جمعه و اعیاد ملی و مذهبی به اهانت‌های های مکرر بر علیه منتقدان سیاست های کشور که صریحا اعلام وفاداری به قانون اساسی هم کردند ادامه داده و میدهند اخیرا آنان را با عناوین بیعقل و میکروب سیاسی و توفاله های دشمن و امثال آن مورد توهین و تحقیر قرار داده است گاه بیگانگان را با ادبیاتی غیر اخلاقی مورد حجوم قرار میدهد در حالی که قرآن کریم سریحا با نحی لا از این کار کرده است مسلما کسی که منطق برتری دارد احتیاج به توهین و بهرهگیری از ادبیات غیر اخلاقی ندارد آقایان از اینکه به دستگاه قضایی اعتراض کردم که چرا آمار دروغ ارائه می کنند ناراحت شده و ضمن اقرار به عدم صحت آمار ارائه شده از سوی دستگاه قضایی آن را مقتضای مسلحت میدانند و در همین حال میخواهند مرا متهم به نشر اکاذیب کنند و آن را در عنوان ثانوی با عنوان تبلیغ علیه نظام به من نسبت میدهند. امام صادق علیه السلام در روایتی با سند صحیح می‌فرمایند: احب الناس الی من اهدای الی عیوبی محبوب مردم پیش من کسی است که ایپای مرا به من گوشزد کرده و هدیه می کند حاکمیتی که ادعای پیروی از فقه جعفری را دارد برخلاف رویکرد امام صادق علیه السلام گوشزد کنندگان عیوب حاکمیت و انتقاد از آن را شایسته دشمنی و زندان و محرومیت های رنگارنگ رنگ می دانند این همه نفرت از منتقدان با سفارش امام صادق علیه السلام سازگار است یا سیره مخالفان ایشان من صریحا اعلام می‌دارم که نه تنها علیه نظام تبلیغ نکردم بلکه بر علیه کسانی تبلیغ کردم که سیاست‌های آنها برخلاف اسلام و قانون اساسی و نظام منطبق بر آنها بوده است بلکه تنها بر علیه سیاست های آنان تبلیغ کردم و سریحا ابراز کردم که حاکمیت مسیرش را منطبق بر قانون اساسی و سایر قوانین کشور و رعایت حقوق شهروندی قرار دهد تا از سیاستهایش حمایت کنیم